کانکتینگ زد. بالاخره درست شد. سلام آقای دکتر، عرض ادب. حال شما چطوره؟ سلام، حال شما خوب هستین؟ الحمدلله شما خوبین. خب خدا رو شکر، خدا رو شکر که این مشکلم برطرف شد و اومدیم. بله بله، خدا رو شکر. ما یه لایوی رو با همدیگه داشتیم و خیلی لایو پرچالش و پر از بحث و پر از سوالات جدید، سوالاتی که تا الان از من نپرسیده شده بود. خیلی بحث جالبی بود و خب باعث شد که ما ادامه بدیم، لایو دوم رو هم برگزار کنیم و برنامه‌ریزی کنیم و بتونیم که اون سوالاتی که در صفحه شما مطرح شده بود و جواب داده نشده بود رو امروز بتونیم در خدمت شما باشیم و با همدیگه چالشی رو با هم انجام بدیم. من در خدمتم که اگر شما سررشته سخن رو دست بگیرید، خودتون رو معرفی کنید، مدیرفا و سایر زیرمجموعه‌ها، خانه مهندسی صنایع و مجموعه مشاوره‌ای که دارید و همچنین سایر نکاتی که مد نظرتون هست رو بفرمایید تا ادامه بدیم انشاءالله. من خیلی متشکرم. عرض کنم حضورتون که عرض سلام و عرض ادب و احترام و شب بخیر خدمت همه حضار در لایو. امیدوارم که حال همگی دوستان خوب باشه. بنده امیر مهدی اعتباری هستم، گروه مهندسی مشاور نور که حالا متشکل از 3 تا شرکت، گروه مشاوران مدیریت مدیرفا، کارش پیاده‌سازی سیستم های مدیریتی، آموزشگاه خانه مهندسی صنایع، برگزاری دوره های آموزشی و پایگاه خبری تمشیت که یه پایگاه خبری کاستومایز شده برای مدیرانه که مدیران میتونن همه اخبار مورد نیازشون رو اونجا ببینن. لایو و مدیرفای فوق‌العاده‌ای رو گذروندیم. یه چند وقتیه که لایف استایلمون شده تحلیل کسب و کار و هم فالوورها، هم شنونده ها، هم دوستان دارن توی این زمینه سوالات جذابی رو میپرسن. بریم از اولی شروع کنیم. بعضیا در مورد مدرک تحلیلگر کسب و کار از همون پرسیدن. بله. اون خاصی داره؟ آیا آزمون خاصیه؟ آیا این آزمون رو میشه توی ایران برگزار کرد یا خیر؟ آیا مدارک یا مدارجی وجود داره؟ مثلا مثل شیستیگما کمربندهایی وجود داره یا خیر؟ به من بفرمایید. بله. دو تا مؤسسه هستش که مدارک بین‌المللی تحلیل کسب و کار رو داره ارائه میده. مؤسسه PMI که مؤسسه مدیریت پروژه محور هست، در سال 2014 مدرک PBA رو مطرح کرد، Professional Business Analysis. خب روی کرده این مدرک روی کرده سازمان‌های پروژه محور هست، یعنی سازمان‌هایی که پروژه محور هستن معمولاً میرن سراغ این که اگر بخوان مدرک بگیرن و تیم کسب و کارشون مدرک بگیره، این مدرک رو میرن و اخذ میکنن. اما مدرک دیگه‌ای که مؤسسه IIBA داده، در واقع مدارک دیگه‌ای که مؤسسه IIBA داده، تقریباً 4 تا مدرک هست که مهمترینش مدرک CBAP هستش. CBAP مخفف Certified Business Analysis Professional هستش، یعنی متخصص حرفه‌ای کسب و کار. این مدرک در واقع شامل یک سری مراحل هست برای اینکه شما بتونید و افراد بتونن این گواهینامه رو کسب کنن. خب رفرنسش استاندارد بابوک هست، ویرایش 3 که 6 تا حوزه دانشی رو شامل میشه، در حالی که مدرک مؤسسه PMI 5 تا حوزه دانشی رو شامل میشه. لذا از این جهت یه لول کاملتر هست و در واقع جامع‌تر هستش. این مدرک نیاز به این داره که شما بعد از اخذ مدرک کارشناسی 7500 ساعت تجربه کاری تحلیلگری کسب و کار رو در بازه زمانی 10 سال اخیر داشته باشید که از این 7500 ساعت 3600 ساعتش باید منطبق بر حوزه های باباک باشه، یا بیزنس آنالیسس بادی آف نالج باشه، و 2 مرجع هم باید معرفی کنید که مثلا با اونها کار تحلیل کسب و کار رو انجام دادید. الزامی نداره که مثل مدرک PBA پیش نیازه یا پیش زمینه پروژه داشته باشید. میتونید در شرکت‌های پشتیبان، در شرکت‌های مشاوره، در شرکت‌های غیر پروژه‌ای باشید. خدمتتون عرض کنم که دیگه پیش نیازش اینه که 35 ساعت باید آموزش تحلیل کسب و کار گذرونده باشید حداقل، و یه رزومه باید آماده بشه و رزومه خیلی حرفه‌ای.
این رزومه هزینه 120 دلاره و غیر قابل بازگشته. رزومه شما رو مؤسسه آیبی اول بررسی میکنه که اصلا ببینه شما الیجیبل برای آزمون تحلیل کسب و کار هستید یا خیر. وقتی که رزومه شما اپروف شد، هزینه 325 دلار داره که هزینه آزمونش هست. پس یه 325 دلار یه 125 دلار. جمعا نزدیک 450 دلار. البته یه سری هزینه های تمدید و اینام داره که خب مثل بقیه مدارک بین المللی هر 3 سال یه بار شما باید مدرکتون رو تمدید کنید. باید 60 ساعت آموزش ببینید در این 3 سالی که شما مدرک رو دارید. خدمتتون عرض کنم که در مورد نکات دیگه این هستش که این مدرک یکی از تاپ 10 های تحلیل کسب و کار هست. آزمونش 120 تا سواله که 3.5 ساعت تقریبا 210 دقیقه میشه. اعتبار مدرک هم که 3 سال هستش. این قابلیت و مشخصات مدرک بین‌المللی CBAP هستش که الان خیلی در دنیا میشه آزمون داد، یا آزمون به صورت آنلاین و با آزمونش با کاربر ایرانی مشکلی دارن یا نه؟ چون با خیلی از گواهینامه‌ها ما رو کاربر ایرانی مشکل داریم. ببینید آزمونش آنلاینه ولی راجع به افرادی که ایرانی هستن هنوز یک کمی سختگیری میکنن و حالا من مکاتباتی رو خودم انجام دادم با IIBA که آقا مثلا خود PMI برای بحثای آموزشی امکان آزمون های آنلاین رو برای ایرانی ها فراهم کرده، به خصوص برای individual candidate یعنی افرادی که مثلا به سازمان های تحریم شده وابسته نیستن و خب اینا یه سری محدودیت هایی دارن ولی فعلا اجازه ندادن که از داخل ایران اتفاق بیفته برای اینکه مدرک رو بدیم، لذا باید توی یکی از کشورهای خارج از ایران این آزمون داده بشه و مدرکش گرفته بشه. غیر از این مدرک هم مؤسسه IIBA 3 تا مدرک دیگه داره که یکیش ECBA هست، بهش میگن Entry Certificate in Business Analysis، برای افرادی که جونیور هستن هیچ تجربه کاری ندارن، در واقع کمترین لول هستش ECBA، در واقع ورودی هستش که خیلی ها دنبالش نمیرن. یه مدرک دیگه داره CCBA Certification of Competency in Business Analysis که تقریبا برای افرادی که تازه 2-3 سال سابقه کار دارن. اما CBAP که خیلی الان تو دنیا طرفدار داره افرادیه که 5 سال به بالا سابقه کار دارن و تو انواع سازمان ها در حال فعالیت هستن. یه مدرک دیگه هم داره به نام CBATL Certified Business Analysis True Leader، برای افرادی که بیش از 10 سال سابقه کار دارن، یه بیزنس رو دارن هدایت میکنن، مدیر عامل هستن، کسب و کار دارن و تجربه اجرای تحلیل کسب و کار رو در یک شرکت بزرگ دارن. ولی الان از بین این 4 تا مدرک CBAP یا Certified Business Analysis Professional خیلی مورد توجه است. یه دلیلی هم که داره، یعنی در واقع یه حسنی هم که داره، اینه که برخلاف مدرک PBA که بیشتر برای سازمان‌های پروژه محوره، مدرک CBAP هم برای سازمان‌های پروژه محور استفاده میشه هم برای سازمان‌های عملیات محور و یا غیر پروژه محور. از این جهت یه مزیت رقابتی داره. خیلی عالی. یه سوال خیلی ها پرسیدن در مورد این بودش که آیا گواهینامه‌ای به سازمان داده میشه بعد از پیاده سازی ببوک؟ میتونن یه گواهینامه‌ای داشته باشن یا خیر؟ نه، برای بحث آدیت فعلا نه. آدیت رو خود مشاور انجام میده و مشاور بر اساس نتایجی که میگیره خب باعث میشه که اون سازمان اطمینان کنه و ادامه بده همکاریش رو با اون مشاور. لذا خیلی بحث آدیت نداره، مثل مؤسسات مدیریت پروژه که بیاد یه سری استانداردهایی رو برای بلوغ سازمانی تعریف کنه نیست. دلیلم هست، اونم اینه که در فضایی که ما الان داریم فعالیت میکنیم هر شرکتی باید سلوشن خودش رو پیدا کنه. نمیتونیم یه مدل طراحی کنیم بگیم که آقا مثلا تو
اگر شرکت الف این مسیر رو رفته تو هم این مسیر رو بره. یه همچین مدلی وجود نداره. البته یک کتابی رو جدیدن طراحی کردن و دارن تلاش میکنن که بحث تحلیل داده رو بیارن تو کسب و کارها و بگن که تحلیل داده اگر انجام بشه میتونه تصمیمات درستی رو کسب و کار بگیره، ولی به این صورت که یک مدلی داشته باشه مثل مدلای OPM 3 مثلا بلوغ مدیریت پروژه، اینها نه، این جمع چیزی نیست. اوکی. رودمپ آموزش یک نفر از صفر تا تحلیلگر کسب و کار پرسیدن چقدر طول میکشه و چه مایلستون هایی داره؟ ببینید به طور کلی قدم اول اینه که با اصول استاندارد باباک یا بیزنس آنالیسیس بادی آف نالج آشنا بشن. این رودمپ بین 30 تا اجرا بشه. تو این 30 تا 35 ساعت افراد با استاندارد باباک، اختلافش با پمباک و سایر استانداردها، اجای اینا آشنا میشن، نقش و مسئولیت های تحلیلگر کسب و کار مشخص میشه، ارتباطات و تعاملات بی ای و مدیر پروژه مشخص میشه، تعاملات بین بی ای و خدمتتون عرض کنم که سایر ارکان پروژه، زینفان پروژه مشخص میشه. اون شش حوزه دانشی یعنی برنامه‌ریزی و پایش فرآیندهای تحلیل کسب و کار، استخراج نیازمندی‌ها و تعاملات، مدیریت چرخه حیات الزامات، آنالیز استراتژی، آنالیز الزامات و تعریف طراحی و همچنین ارزیابی راهکارها آموزش داده میشه و تکنیک‌ها و ابزارهای 50 گانه تحلیل کسب و کار آموزش داده میشه و همچنین اون 30 تسکی که برای هر کدوم از اون حوزه‌های دانشی تعریف میشه. یه چیزی هم که وجود داره، یه مروری هم راجع به پرسپکتیوا میشه. مرحله دوم آموزش، آموزش تخصصی تر اون 5 تا پرسپکتیو هست. یعنی پرسپکتیو هایی که صحبت کردیم، اجایل، بی آی، بی پی ام، بله، آرکیتکچر و همچنین خدمت آی تی. این هم خودش یه 20 ساعت داره، یعنی 5 تا 4 ساعت 20 ساعت. پس با اون 30 تا 35 ساعت، حالا چرا میگم 30 تا 35 ساعت؟ به خاطر اینکه دوره‌های حضوری معمولا زمان بیشتره، دوره‌های آنلاین زمان کمتره. دلیلم داره، چون دوره آنلاین نهار و بریک‌ها کمتره، فشرده‌تر میشه برگزارش کرد. لذا دوره‌ای که مثلا توی حضوری 16 ساعته تو آنلاین مثلا با 14 ساعت 15 ساعت کمتر، یا دوره‌ای که 35 ساعته میشه با 30 ساعت اجرایش کرد به صورت آنلاین. بعد از اینکه دوره تحلیل کسب و کار 30 ساعته آنلاین گذاشته شد، 20 ساعت هم همونجوری که عرض کردم برای پرسپکتیوا داریم که میشه 30 و 20 میشه 50 ساعت. بعد دیگه افراد دو دسته میشن، یا این دانش رو میرن تو عمل استفاده میکنن، یا میخوان مدرک بین‌المللی رو بگیرن. دوباره اگر بخوان مدرک بین‌المللی رو بگیرن، 30 ساعت آموزش عملی تحلیل کسب و کار هست با رویکرد اخذ مدرک CBAP که در اون موقع ماک تست داره، آزمون آنلاین داره، زیرساختای پیاده سازی داره. چون اکثر سوالا سیچویشنال هستش. سیچویشنال یعنی سوالات شرایط محور. آزمون CBAP یه آزمون بسیار مهمیه به خاطر اینکه شما رو در شرایط آزمون قرار میگیره. خیلی از من سوال میکنن آقای احمدزاده آزمون CBAP راحت تره یا آزمون PBA مؤسسه PMI؟ ظاهر قضیه اینه که آزمون PBA باید سخت‌تر باشه، چون آزمون PBA 200 تا تسته که 4 ساعت فرصت دارن، یعنی تعداد سوالاتش بیشتره. اما آزمون CBAP 120 تسته. چطور پس باید ظاهرا PBA سخت‌تر باشه چون تعداد سوالاتش بیشتر، اما در عمل می‌بینید که 120 سوال تو 3 ساعت و نیم خیلی سخت‌تره از 200 تا تو 4 ساعت. دلیلم داره، چون این 120 سوال اکثرش سیچویشناله، یعنی شما رو می‌ذارن تو یک شرایطی که شرایط مشکلات کسب و کار هستش، بعد شما باید تو اون شرایط تصمیم گیری کنید و تصمیم درست رو بگیرید بر اساس استاندارد باباک. به همین دلیله که آزمونش آزمون پیچیده تر و سخت تری هستش. صداتون خیلی ضعیفه آقای مهندس.
الو، من صداتون رو ندارم. یه مقدار از حرفتون رو از دست داد. امیدوارم که بقیه دوستان شنیده باشن انتها رو که این دوره 30 ساعته. من صدای شما رو دارم الان، یه لحظه. الو الو، صدا میام؟ خب دخمتم. همش تو ایران برگزار میشه، مشکل نداره. فقط آزمون، بله، فقط آزمون برای 30 ساعته کشور فعلا. البته داریم یه سری رایزنی ها میکنیم، یه سری رفرنس ها هم به IIBA دادیم که تصمیم نهایی رو بگیرن و ببینن که آیا بالاخره میتونن، چون خود مؤسسه PMI این آزمون رو به صورت آنلاین برگزار میکنه و محدودیتی نداره. همه آزمون ها تقریبا آنلاین شده الان، تقریبا همه آزمون های بین‌المللی آنلاین شده. اگزین مثلا آزموناش آنلاین کرده، دانشگاه کانبان یونیورسیتی آنلاین کرده، خیلی مؤسسات الان آنلاین کرده. خب آقای دکتر، یه سوالی که پرسیدن اینه که آیا بابک بیشتر روی سازمان‌های پروژه محور کار میکنه؟ مثلا یکی از دوستان پرسیده که من یک شرکت، نه دیگه، همینجوری که عرض کردم، برخلاف مدرک ماستر پی ام آی و استاندارد پی دی ای پروفشنال بیزنس آنالیسیس یا بیزنس آنالیسیس استاندارد که مال مؤسسه پی ام آی هست و به درد مدیران پروژه بیشتر میخوره، مدیران کسب و کارهایی که در واحدشون پروژه دارن، مثل هلدینگ ها، اس بی او های پروژه محور، و برخلاف اینها مدرک استاندارد بابک و مدرک سی بی ای پی برای تحلیلگری در انواع کسب و کارها هستش. میتونه یک کسب و کار خدماتی باشه، یه شرکت مشاوره‌ای باشه، یه شرکت پشتیبانی باشه، یه مرکز تماس باشه، یه شرکت پروژه محور باشه، یه شرکت پیمانکاری باشه. اصلا هیچ محدودیتی نداره. مضافم بر این که ببینید، یه نوآوری اتفاق افتاده توی استاندارد بابک. اون نوآوری هم اینه، من از 5 پرسپکتیو مختلف، از 5 چشمانداز و منظر مختلف به کسب و کار نگاه میکنم. یه همچین پرسپکتیوی رو مؤسسه پی ام آی نداره تو استاندارد خودش، همون پی بی ای خودش، یه همچین رویکردی رو نداره و از این جهت مزیت وجود داره در خصوص مدرک و استاندارد بابک یا بیزنس آنالیسیس بادی آف نالج. دقیقا. متوجه. پس محدودیتی وجود نداره، هر نوع سازمانی میتونه این را اجرا بکنه. حالا سوالی که مطرح میشه که خیلی برای خود منم این سوال خیلی مهمه، موضوع اینتگریشن این سیستم با بقیه سیستم هایی که توی سازمان دارن اجرا میشن. به هر حال سازمان ها دارن سیستم های مختلفی رو اجرا میکنن. شاید یه سازمانی الان داره روی مدل تعالی سازمانیش کار میکنه، یکی داره روی استانداردهای ایزو یا استیک سوال خیلی داره خوبیه. قبلا هم بحث کردیم موضوع یک پارچه سازی این سازمان یک مسیر رو رفته، یعنی راهکاری رو پیشبینی کرده، مثلا سیکس سیگما فکر کرده یا به این نتیجه رسیده، یا مشاور قبلی بهش گفته که تو 6 سیگما یا 6 سیگما مشکلت رو حل میکنه و میتونی با اون روی کرد بری. لذا ما میریم از حوزه دانشی ششم شروع میکنیم، یعنی از ارزیابی راهکار شروع میکنیم. دقیقا، یعنی میریم میبینیم که اصلا این راهکاری که اجرا شده، حالا 6 سیگما بوده، EFQM بوده، ایزو بوده، PM باک بوده یا هر سلوشنی بوده، چقدر تونسته اجرا بشه، چقدر درست اجرا شده. بعد که رفتیم اون رو بررسی کردیم، چند تا نکته مهم رو باید تحلیل کنیم به خاطر اینکه بتونیم تصمیم درستی بگیریم که این تحلیل کسب و کار در واقع به نتیجه رسیده. یکی این که بررسی میکنیم اون سلوشنی که اجرا شده آیا به اون پرفورمنسی که پیشبینی کردیم رسیده یا نه. مثلا اگه فرض کنیم من PMBOK رو اومدم توی سازمانی پیاده کردم،
آیا نتیجه‌ام این شده که کاهش زمان و هزینه اتفاق افتاده یا خیر؟ اگر مثلا استاندارد خدمتتون عرض کنم که اگر استاندارد مثلا 6 سیگما یا سایر سلوشن‌ها رو اجرا کردم، آیا به نتیجه خودم رسیدم یا نه؟ بعد از اون آنالیز می‌کنیم که چقدر گپ داریم، چقدر اختلاف داریم و این اختلافه رو بررسی می‌کنیم. حالا این اختلافه دو چند حالت داره، یا اینکه محدودیت‌هایی تو خود راه حل وجود داشته که اون محدودیت‌ها رو باید برطرف کنیم، یا اینکه اصلا مشکل از سلوشن نیست، از راهکار نیست، از اون انترپرایز لیمیتیشنه، یعنی محدودیت‌های کسب و کاره. اون کسب و کاره باعث شده که ما مشکل پیدا کنیم، خود کسب و کاره نتونسته زیر ساخت‌های کامل رو برای پیاده سازی راه حل ارائه بده. بعد میایم بررسی میکنیم و راهکارهای جدید رو و یا راهکارهای یک پارچه سازی با راهکارهای قبلی رو ارائه میدیم، که در این صورت میایم مثلا میگیم فرض کن باید این سلوشن یک باید با سلوشن دو به این صورت یک پارچه بشه، یا نه سلوشن یک رو بذاریم کنار سلوشن دو رو انتخاب کنیم، یا نه سلوشن یک رو تغییراتی بدیم و با اون تغییرات اجرایش کنیم. یه نکته دیگه خیلی مهم هستش تو این قضیه برای این تصمیم گیری ما، اونم اینه که الزاماً یک پارچه سازی شاید جواب ما نباشه، یعنی شاید اتفاقا باید این راهکارها جدا جدا اجرا بشه. بعضیا فکر میکنن همیشه باید همه چیز یک پارچه بشه، اینطوری نیست. خیلی از اوقات ما میایم بر اساس شرایط اون کسب و کار اتفاقا جدا جدا اینا رو انجام میدیم، بعدن در یک فاز دیگری مثلا ارتباطاتش رو و یک پارچه سازیش رو میبینیم، و این نکته خیلی مهمیه. یه نکته دیگه هم که فکر میکنم اینجا باید مد نظر قرار بگیره، بحث بهبود مستمره. ما یه چیزی که توی بابوک داریم، مثلا ما این رو تو آیتیل هم داریم، آیتیل مال در واقع مخفف Information Technology Infrastructure Library، ما همین بحث بهبود مستمر رو تو اجایل هم داریم. تو اجایل میگه بهبود مستمر در افراد، فرایندها و محصولات باید صورت بگیره یا خدمات باید صورت بگیره. توی بابوک هم ما یه همچین بحثی رو داریم که باید ما به صورت مداوم بهبود مستمر داشته باشیم، که تو اون بهبود مستمره میتونیم همین بحث یک پارچه سازی رو مد نظر قرار بدیم. گاهی اوقات باید سازمان همونجور که عرض کردم تغییر کنه، گاهی اوقات راهکار ما خوبه ولی پیچیده است، مثلا طرف یه اینترفیسی رو میبینه، یک ظاهری رو میبینه از راهکار من، نمیتونه خوب باهاش کار کنه، اون مشکلات پیچیدگیش رو برطرف میکنیم. گاهی اوقات موازیکاری رو حس میکنیم، مثلا من راهکار فرض کن ERP دارم، بعد از اون بر راهکار اکسلی هم دارم، اون راهکارهای موازی رو حس میکنیم و سعی میکنیم که به اون نتیجه مطلوب برسیم. گاهی اوقات هم که خیلی مهمه، من خیلی این رو تأکید میکنم، ویست ها یا اتلاف ها رو میگیریم، که اتلاف ها میتونه کارهای نیمه تمامی باشه که توی راهکار قبلی انجام شده و نیمه تمام مونده، فرایند های اضافی که وجود داشته اونا رو حس میکنیم، فیچرهای اضافی یا کارهای اضافی که لازم نبوده اونا رو حس میکنیم، اگر تسک سویچینگ یعنی سویچ کردن به یه دو تا کار بوده اونا رو حس میکنیم، معطلی ها رو حس میکنیم، حرکت های اضافه و خطاها رو کم میکنیم. این باعث میشه که راهکار ما به صورت یک پارچه بتونه اجرا بشه. آره متوجه شدم. خب دور، آیا میشه ابتدای پروژه تخمین زد که نتیجه من از درگیرم این پایه من شکست؟ عرض کنم که آیا میشه تخمین زد که من چه نتایجی میگیرم؟ به عنوان مثال سازمانی همکاری بباک رو طلب کرده و حالا میخواییم یک کاری رو به صورت بباک براش انجام بدیم، خودش هم میدونه به چه هدفی میخواد برسه. به عنوان مثال میخواد میزان ضایعاتش رو از 4% که الان هستش کاهش بده، یعنی خودش پیدا کرده اون تارگت رو، حالا باید دنبال سلوشن و الباقی موارد بگردیم. آیا در ابتدای پروژه
روشی وجود داره که بتونه تخمین بزنه که قراره چقدر ضایعاتش کم بشه، یا مثلا اون فرآیندی که قراره روی فروش انجام بشه چقدر قراره فروش رو اضافه بکنه؟ بله. یا رو هر کدوم متوجه از شدم. ببینید کلا ما توی اولین فرآیند ما که بیزنس آنالیسیس پلنینگ اند مانیتورینگ هست اتفاقا راجع به همین صحبت میکنیم، راجع به چند تا نکته کلیدی صحبت میکنیم که یکیش بیزنس نید هست، یعنی نیازهای اون کسب و کار چیه. یعنی اصلا یکی از مهمترین ورودی‌های ما توی تحلیل کسب و کار همین شناسایی بیزنس نیدها هستش که نیازمندی‌های کسب و کار رو شناسایی می‌کنیم و با اونها با مدیران میشینیم و این نیازمندی‌ها رو هم و فلهم می‌کنیم. بعد پرفورمنس ابجکتیوامون رو مشخص میکنیم، یعنی اهداف عمل کردیمون رو مشخص میکنیم، یعنی همین صحبتی که شما فرمودید که آقا قراره مثلا من به این هدف برسم، انقدر کاهش زمان بدم، انقدر کاهش هزینه بدم، انقدر فروشم رو افزایش بدم، انقدر به این نقطه برسم. بعد از این که این اتفاق افتاد، این در واقع دو تا از ورودی‌های کلیدی ما هستش، یعنی ما باید اول با مدیران این دوتا ورودی رو عکس کنیم، بعد بیایم برای رسیدن به اون ابجکتیو ها، به اون اهداف، حالا برنامه ریزی کنیم. چند مدل میشه برنامه ریزی کرد؟ یه مدل اینه که مشاور میاد کنار سازمان قرار میگیره، کمکش میکنه، میرسونه تا سر راه حل، میگه بله این برنامه ریزی کردم، اپروچ رو مشخص کردم، الزامات رو شناسایی کردم، راهکارها رو پیدا کردم، این نسخه شماست. مثل یک شما میرید پیش یه دکتری، مریض هستید، دکتر شما رو بررسی میکنه، معاینه میکنه، میگه این دارو، حالا شما خودت میری اون دارو رو اجرا میکنید، اون غذا رو میخورید، اون مثلا شربت رو میخورید، اون قرص رو میخورید، و بعد از یک ماه، سه ماه، شیش ماه بسته به اون زمان میاد پیش دکتر. اینجا هم همینه. گاهی اوقات افراد سهل‌انگاری میکنن، داروهاشون رو نمیخورن، نمیدونم حواسشون نیست، یه دارو رو بیشتر میخورن، یکی رو کمتر میخورن. لذا میشه از یک پزشک خانوادگی یا پرستار در منزل ازش خواست که بیاد حواسش به کارهای روزانه اون فرد باشه. اینجا میتونن سازمان ها از مشاور کمک بگیرن که در طول این راه حل هم کنارشون باشه. خب در طول این راه حل کنار باشه، مشخصا هدف مشاور اینه که اون سلوشن و اون دارویی که برای سازمان تعریف کرده اون رو بخورم اون سازمان و اون رو مصرف کنه. یه موقع هم هست مشاور میگه که تو این داروها رو بخور یا این سلوشن من رو اجرا کن، من بابت این که شما از نقطه آ به نقطه ب برسی میتونم به تو راهکار ارائه بدم، و در واقع حق و زحمه مشابه میتونه حتی اون تعریف بشه. که این پیشنهاد خیلی پیشنهاد خوبی الان به سازمان ها، بهش میگن revenue share، یعنی مشاور میاد در درآمدی که سازمان کسب میکنه، در کاهش هزینه ای که سازمان کسب میکنه شریک میشه. این نشون میده که مشاور واقعا قصد این رو داره که سلوشنی که اجرا پیش بینی کرده رو درست تو سازمان اجرا کنه، لذا پای حرفش وای میسته، پیگیری میکنه تا اون راهکار و راه حل در سازمان اجرایی بشه. به همین دلیل سازمان ها میتونن از این مرحله، از این سه تا نسخه استفاده کنن، یا مشاور رو استفاده کنن برای اینکه فقط بیاد سازمان ارزیابی کنه برسونه به سلوشن، دوم این که بتونه تو سلوشن هم در کنارشون باشه در اجرا و پیاده سازی درست راهکار، سوم این که در رسیدن به اون اهداف، یعنی در اون درآمدهای جدید، کاهش هزینه ها و سایر اهدافی که در ابتدا تعریف شده به اونها برسه، که مدل ریونیو شیر میشه و مشاور اگر به اون نتیجه رسید سهمش رو از درآمد یا کاهش هزینه میگیره. خب من یه سوالی برای خودم موند هنوز. در دیفاین این پروژه هدف تعیین میشه، سلوشن محاسبه میشه، یعنی هدف رو مشخص میکنی. آقا هدف من افزایش درآمد، راهکار رسیدن به این هدف تعریف میشه، شناسایی میشه.
و راهکار هر سازمانم مال خودمون سازمانه. من نمیتونم برم راهکاری که توی شرکت مثلا بیمه X اجرا کردم رو حتی تو صنعت مشابه تو بیمه Y اجرا کنم، چون شرایط خودش رو داره، بلوغ خودش رو داره، ساختار خودش رو داره، ابزارها و آیتی خودش رو داره، اصلا همه چیش مال خودشه. نمیتونیم ما سلوشن یک رو که در سه تا سازمان مثلا تو یه سازمان خوب اجرا کردیم بریم تو سازمانه دیگه هم کپی پیس کنیم، اینجوری نیست. آره متوجه شدم. من یه توضیح اضافه بدم که توی یک سری متدها ما هدف رو تعریف میکنیم عزیزان حضار، و یک سری از متدها ما محاسبهش میکنیم. مثلا مثال بزنم، توی 6 سیگما ما میایم روی اون ارزم حضور پارامتر کیفی بحث سی پی رو محاسبه میکنیم. هدف اول پروژه‌مون میشه رسوندن سی پی کار کنیم، میدونیم میخوایم به چه عددی برسیم. این عدد هم محاسبه شده توسط یه فرمولی، مثلا از سی پی کای 8 دهم میخوایم برسیم به سی پی 1 و 2 دهم مثلا 4 دهم افزایش داشته باشیم. اما در متد هایی که این متد هایی که اینجوریه که خدمتتون عرض کردم، متد های موضعی هن. موضعی یعنی که من دارم روی این پارامتر فقط کار میکنم، ولی متد هایی که به صورت فول دارن سازمان رو نگاه میکنن، مثل EFQM، مثل PMBOK، مثل ISO و مثل BABOK، ما تعریف میکنیم. یعنی میبینیم اون فاینال دستینیشن رو و به سمتش حرکت میکنیم. خیلی عالی های دکتر. در مورد بله آقای کرزنر، این موضوع در مدیریت پروژه رو مطرح کرد که خیلی از فرایندها رو میشه با روی کرد هیبریدی انجام داد. ما به طور کلی دو تا متدولوژی کلان داریم برای بهبود کسب و کارها. یه رویکرد آبشاری داریم برای کسب و کارهایی که فرایندهاشون از پیش مشخصه، در تغییرات نیستن، در شرایط پیچیده نیستن. یه محصول مشخص، مثل یه خط تولید خودرو، مثل یه خط تولید یک محصول مشخص، یا مثلا شرکتی که هزاران ساختمون ساخته، حالا میخواد 1001 ساختمون رو طراحی کنه. این رویکرد رو بهش میگن رویکرد آبشاری. یعنی طرف میاد طراحی میکنه، خرید رو انجام میده، اجرا میکنه. حالا توی باباک هم همینجوره. مثلا من یه سلوشن رو میگم باید ERP رو باید تو سازمان پیاده کنیم، میریم طراحی میکنیم فرآیندها رو در ERP، تدارکات و خرید و لایسنس و خرید نرم افزار رو انجام میدیم. یه تیم هم میاد نصب میکنه، مثلا دقیقاً یکی از دوستان هم اینجا نوشته واترفال یا پردیکتیو فلای، نه واترفلای، نه واترفال، آبشاری دقیقاً، پردیکتیو هم بهش میگن دقیقاً. حالا این روی کرد میتونه سری انجام بشه یا همپوشانی داشته باشه. یعنی روش های واترفال دو حالت دارن، یا سکوئنشیال هن، یعنی متوالی هن، مثلا طراحی انجام میدم بعد خرید رو انجام میدم بعد نصب راه اندازی، طراحی باید تموم بشه بعد تدارکات شروع بشه، تدارکات باید تموم بشه بعد نصب راه اندازی انجام بشه. پس به این میگن آبشاری سری یا سکوئنشیال، متوالی ببخشید، متوالی پشت هم همون سری هم میشه. یه موقع هم هست نه، آبشاری و اوورلپینگ، یعنی همزمان با طراحی من میرم خریدم انجام میدم، باز ولی اسکوپ مشخصه، یعنی از قبل مشخصه من قراره چه فیچرها و چه محصولاتی رو اجرا کنم و به نتیجه برسم. حالا یه رویکرد دیگه هست به نام اجایل. رویکرد اجایل یعنی که من از قبل نمیدونم چی میخوام، میام سلوشن رو خورد خورد پیاده میکنم، از در طول مسیر از مشتری فیدبک میگیرم، از کارفرما فیدبک میگیرم، فیدبک یا بازخورد رو در مرحله بعدی دوباره اصلاح میکنم و اجرا میکنم. فرض کنید مشتری از من یه تابلو خواسته، تابلوی مونالیزا، من تا الان این کار رو انجام ندادم، میام اول مثلا سر این خانم مونالیزا رو میکشم، بعد میبرم پیش مشتری میگم منظور دینه، میگه که آره خوبه، صورتش رو درست کن، ابروش رو مثلا درست کن، برو این تغییرات رو بده، دست راستش هم بکش. من میرم دو هفته دیگه، این بازه ها زمانی هم ثابته، مثلا دو هفته دو هفته دو هفته، بین دو روز تا یک ماه میتونه باشه.
میام دوباره دو هفته دیگه روش وقت میذارم، صورتشو درست میکنم، دست راستشو میکشم، میرم پیش مشتری دوباره نظرشو میخوام، دوباره کامنت میده، کامنتاشو دو هفته بعدی انجام میدم، محصول نهایی رو بهش خورد خورد تحویل میدم. خب این یه روی کرده توی بحثای عجل. یه روی کرده دیگه هم وجود داره که من میام ابتدا یک اسکچ کلی، یک خط خطی کلی از خانم مونالیزا مثلا میکشم. خوبیش اینه که طرف یه دید کلی از اون خانم پیدا میکنه، اصلا میفهمه دنبال عکس خانومه، دنبال عکس آقا نیست. بعد میگه آره همین مسیر رو برو جلو، مثلا ابروهاشو نازک کن، ابروهاشو پرپشت کن، اون قدیم مثلا آرایشگاه نبوده که مثلا الان مثلا تو اومدی ابروهاشو درست میکنم، صورتشو اصلاح میکنم، بعد میرم اون آره منشوری نشه، میرم دوباره اون اصلاح شده رو رنگ‌آمیزی میکنم، یه لایه رنگم میکشم روش، دوباره کل داستان رو میارم بهش نشون میدم و بعد دوباره کامنتاشو میگیرم و در نهایت تصویر کلی رو تحویلش میدم. به روی کرده دوم میگن ایتریتیو. به روی کرده اول که خورد خورد پازل پازل اومدم عکس‌ها رو کشیدم، میگن اینکریمنتال. اینکریمنتال یعنی تدریجی، ایتریتیو یعنی تکرارپذیر، اینکریمنتال افزایشی و تدریجی معنی میده. پس تو اجایل هم دو تا روی کرده کلی وجود داره، اینکریمنتال و ایتریتیو. گاهی اوقات این دوتا رو با هم مرج میکنن، بهش میگن چنج دریون یا اجایل دریون. یعنی چی؟ یعنی من میام مثلا عکس خانم مونالیزا رو یک چهارمش رو میکشم، فقط اسکچ، فقط خط خطی، نمیام کلش رو بکشم اسکچ، فقط میام مثلا صورتش رو خط خطیش رو میکشم یا طرح اولیه رو میزنم، بعد همینجور مرحله به مرحله کامل ترش میکنم. حالا هیبرید چیه؟ هیبرید اینه که یا من این روش های چابک رو با هم مرج کنم، مثلا ایتریتیو و اینکریمنتال رو با هم ترکیب کنم، یا بیام روش های آبشاری رو و اجایل رو با هم ترکیب کنم. مثلا فرض کنید یه پروژه‌ای دارم، طراحی داره، خرید داره، اجرا داره، میتونم طراحیش رو با روش اجایل انجام بدم. چرا؟ چون تغییرات توش زیاده، اصلاحات توش زیاده، جاهایی ما میریم سراغ اجایل که تغییرات زیاده، تکنولوژی تغییر کنه، نیازمندی های کارفرما هی تغییر کنه، مشتری ندونه چی میخواد، مثل همون لبخند مونالیزایی که نمیدونه چی میخواد، هی تغییرش بده. اون مثلا میتونیم روش های چابک و سنتی یا آبشاری رو با هم مرج کنیم، مثلا فاز طراحی رو با روش اجایل بریم، مثلا اینکریمنتال بریم یا ایتریتیو بریم یا ترکیب این دوتا بریم، ولی فازهای بعدی مثل تدارکات و نصب و راه اندازی رو از روش های سنتی یا همون آبشاری خودمون استفاده کنیم. پس هیبرید یعنی یا من یه روش چابک رو با روش سنتی یا آبشاری ترکیب کنم، یا دو تا روش چابک رو با هم ترکیبش کنم، مثل ماشین های هیبریدی که الان هستش. خواهش میکنم. خیلی متشکر، میدونم که مسافرتی، خستتون نکنم. در مورد واقعیتش اینه که خب ما یه تیمی از دوستان در واقع توی خانه مهندسی سن، تیمی از جوانها هستن، مدیرانه که مدیران ارشد هستن، مدیران عامل هستن. خب خیلی سوال دارن، همین سوالاتی که ما مطرح کردیم خب الان تو لایف شاید بعضیاش مطرح نشه یا جایی کار داشته باشه که راجبش بیشتر صحبت کنیم. ما توی لایوی که در واقع انشالله خواهیم داشت به صورت رایگان، ولی باید ثبت نام کنن در خانه مهندسی صنایع، درسته؟ حالا شرایطش رو شما بفهم. توی اون لایو 3 ساعته اتفاقی که میخوایم ایجاد کنیم اینه که یه بار دیگه این استاندارد رو خلاصش رو توضیح بدیم، بگیم که هدف از این استاندارد چیه، به درد چه سازمانهایی میخوره. اول از همه بفهمن دانشجوها و فارغ التحصیلان رشته های مدیریت، رشته های مهندسی، بدونن که چرا باید برای اجرای پروژه ها و در واقع روش ها برن جلو، چرا باید اصلا این دانش رو یاد بگیرن، من چه رودمپ شغلی باید داشته باشم. گاهی اوقات ما توی این دوره ما به افراد یه رودمپ شغلی میدیم که تو به عنوان کارشناس چه مسیری رو باید طی کنی، اگر خواستی از کارشناسی بیای تو لول مدیریتی، از مدیریتی بیای تو مدل هیئت مدیره. این دیدگاه رو براشون جا میندازیم توی این وبینار و به صورت آنلاین.
یه نکته دیگه با حوزه های دانشی تحلیل کسب و کار بچه ها رو آشنا میکنیم، با اون سیتا تسک آشناشون میکنیم به صورت خیلی کلی، به علاوه اون 5 تا پرسپکتیو یا همون 5 تا چشم انداز تحلیل کسب و کار. این نکته اول هستش. این برای وبیناره، 3 ساعت هم هستش و خب حتما یه بریکی هم داریم، حالا شما توضیحات جزئیاتش هم توضیح خواهید. بعد از این ما یه برنامه خیلی خوبی رو داریم طراحی کردیم که بتونیم 2 تا پکیج آموزشی رو با کمک شما و خانم صنعت ایران انجام بدیم. 1، بحث آشنایی با تحلیل کسب و کار هست به صورت آنلاین و حضوری، یعنی 2 تا اتفاق خوب داره میفته. اونایی که دوست دارن، چون البته با رعایت شرایط بهداشت، حفظ فاصله اجتماعی و مشخصات تعریف شده برای دوره‌های حضوری، این دوره رو هم به صورت حضوری و آنلاین خواهیم داشت، برای اینکه افراد با این دانش آشنا بشن، بیاد بگیرن که تو تحلیل کسب و کار چیزایی گفته میشه، من تجربیاتم رو با بچه‌ها به اشتراک بگذارن، با بقیه به اشتراک بگذارن، یه تعامل شکل بگیره هم با کسایی که تو خانه مهندسی صنایع ایران به صورت فارغ التحصیل دانشجو یا سایر اوزا هستن، هم با مدیرانی که شما تو مجموعتون دارید یا تو مجموعه‌ای که بنده میشناسم. در واقع هدف ما این هستش که به صورت کارگاهی مطالب رو جوری بیان کنیم که افراد بتونن با این موضوعات بهتر آشنا بشن. یه کم اینترنت قطع و وصل شد. الان داری صدا رو؟ آره. هدف ما این هستش که ما به صورت مشخص افراد، هم کسایی که فارغ التحصیل رشته‌های مدیریت و صنعت هستند، هم مدیرانی که تو حوزه‌های مختلف کار می‌کنن، اونها رو با این دانش آشنا کنیم. بعد از اون 1 دوره 20 ساعته رو طراحی کردیم برای هر کدوم از پرسپکتیوا. مثلا یکی دوست داره، آقای احمدزاده، مثلا من می‌خوام روی چشم‌انداز اجایل بیشتر بدونم، چه جوری تو کسب و کارها با روی کرده اجایل جلو برم. یکی میگه من میخوام با روی کرده بی پی ام به جلو برم، یکی میگه من با روی کرده آی تی میخوام برم. حالا بنده یه عقبه 23 ساله تو حوزه‌های آی تی، تو حوزه‌های مدیریت‌های مختلف، فرایند ایزو، خود فرایندهای ایزو داشتم، میتونیم اینا رو با هم دیگه ترکیبش کنیم. انشالله دوره سومم آمادگی آزمون CBAP خواهد بود، یعنی بعد از اینکه این 2 تا پکیج اجرا شد ببینیم که میزان علاقمندی افراد به چه صورت دوره آنلاین آمادگی آزمون CBAP رو میزه. انشالله. پس انشالله 1 شنبه از ساعت 16 تا 19 وبینار رایگان آشنایی با استاندارد بابوک رو میتونید توی سایت خانه مهندسی صنایع ihouse.org ثبت نام بکنید و حضور داشته باشید. با هر گوشی و تبلت و لپتاپی که در دستتون باشه با یه بستر اینترنت ساده میتونید در این وبینار شرکت بکنید و ویدئوی وبینار رو هم بعداً دسترسی داشته باشید. فقط برای کسانی که ثبت نام کردن و حضور یافتن این موضوع مقدوره. بعد از اون انشاءالله در هفته اول و دوم مهر ماه دوره 32 ساعته، یعنی کارگاه آموزشی 32 ساعته تحلیل کسب و کار با استفاده از استاندارد بابوک رو در خدمت آقای دکتر خواهیم بود که انشاءالله اونجا بتونیم تسک ها، تولز ها و حوزه های دانشی رو با ورکشاپ یاد بگیریم و اجرا بکنیم، همونطور که آقای دکتر فرمودن به صورت آنلاین و به صورت حضوری. مثل سایر دوره های ما میتونید شرکت بکنید. دوره های حضوری ما با محدودیت ظرفیت به خاطر اوضاع کرونا هستش، پروتکل ها قطعا باید رعایت بشه و خواهد شد. عرضم به حضورتون که و تعداد کسایی که به صورت حضوری میتونن تشریف بیارن تعداد محدودیه که ما میتونیم فاصله ها رو خوب رعایت بکنیم. الباقی دوستان هم میتونن به صورت آنلاین در دوره های ما شرکت بکنن که یه مقدار متفاوته از دوره های آنلاین دیگه ای که دیدید، یه اینتراکت خوبی وجود داره بین دانشپذیر و استاد و انشالله بعد از اون روی هر کدوم از پرسپکتیو ها و بعدش هم برای آمادگی آزمون انشالله میریم برای اینکه بتونیم این آزمون رو توی ایران هم برگزار بکنیم تا انشالله ایرانی ها هم بتونن از این
موهبت برگزار من لینک خیلی ثبت نام رو هم گذاشتم ihouse.org. افرادی که میخوان ثبت نام رایگان کنن توی این دوره در واقع آنلاین رزرو کنن، جاشون رو زودتر رزرو کنن، یک شنبه دو شهریور ساعت 16 الی 19 خواهد بود. انشالله دوره پرچالشی خواهد بود. من دوره هایی که سوال و جواب زیاد بشه، ماشاءالله خیلی فیدبک های خوبی از بچه های خانه مهندسی صنایع، از بچه های شما، خود شما به من رسید و من علاقمندم که این تجربه رو با شما به اشتراک بگذارم. اونایی که علاقمندن تو این وبینار رایگان حضور داشته باشن زودتر ثبت نامشون رو انجام بدن. نکته دیگه ای ندارم. توی وبینار خیلی حرفای باز جدیدتری رو خواهم گفت راجع به هر کدوم از حوزه‌های دانشی و 5 تا پرسپکتیو. قربان شما، خیلی ممنون. خیلی خیلی ممنونم ازتون، تشکر میکنم، بزرگوارید. این دانش شما دانش فوق‌العاده‌ایه و یه چیزی که این انتهای لایو باید بگم، من خواهش میکنم، شغلم اینه، کارم اینه و تعداد بسیار زیادی انسان رو باهاشون تعامل داشتم. خصوصیت بارز آقای دکتر احمدزاده سخاوتیه که در نشر علمشون دارن. من خواهش میکنم، خیلی ممنون، قربان شما، خیلی ممنون، متشکرم، خیلی لطف کردین، مرسی، متشکرم. خدا نگهدار. مدت کوتاه ادامه خواهد داشت تا بتونیم. خیلی ممنون از این که در لایو ما بودید. چند تا سوال شده، من سریع این سوالا رو هم جواب بدم چون وقتمون در انتها هستش. دوستان، من از بالا سریع مرور کنم سوالایی که جواب داده شد و در طول خود لایو پرسیده شد. یکی از دوستان فرسیدن که به زبان فارسی و انگلیسی برگزار میشه یا نه. بله، تو ایران برگزار میشه، زبان انگلیسی برگزار میشه، ولی ربطی به دوره بابک نداره. اگر دوستان اطلاعات بیشتری میخوان به آپارات من رجوع کنن، تو اونجا ویدئوی آزمون PMP توضیحاتش هست و اونجا یه سری ویدئو گذاشتم که چجوری برگزار میشه. کافیه تو اسم بنده رو بزنید. خب توی سوال بعدی گفتن که راستی من یادم رفت، یکی از دوستان اشاره کرد در واقع ماه محرم شروع شده، عزاداری همه عزیزان قبول باشه، البته با رعایت فاصله اجتماعی. این ماه رو تسلیت میگم به عزاداران حسینی عزیز، ایشالله که بتونیم از برکات این ماه استفاده کنیم. نکته بعدی که سوال شده بود، آها، در مورد متد سیف صحبت شده. دوستانی که راجع به متد سیف بخوان بدونن، یکی از متدهای فولر اپروچ اجایل هستش که خب یه متد چابکه، برای سازمان‌های بزرگه، برای سازمان‌های انترپرایز مناسبه. روش ثبت نامم که گفتم توی سایت آی ای هاوس برن دوستان و اونجا ثبت نامشون رو انجام بدن. آیا به درد کاریابی هم میخوره؟ بله، به درد کاریابی هم میخوره و میتونن استفاده کنن. تا چه داره که آزمون PMP آنلاین برگزار میشه؟ این آزمون آنلاین به صورت فعلا آنلاین است، معلوم نیست که کی برداشته بشه. خب خیلی ممنون از همه دوستان، از اینکه امشب در خدمت شما بودم، خیلی خوشحالم در خدمت آقای اعتباری عزیز بودم، مدیر عامل خانه مهندسان ایران. امیدوارم اتفاقای خوبی براتون بیفته. مواظب خودتون و عزیزانتون باشید. لطفاً سلامتی خودتون رو با ماسک زدن تضمین کنید که انشالله بتونیم به سرعت این مشکل ویروس کرونا و این در واقع ویروس منحوس رو از بین ببریم. خیلی ممنون از شما. اگر با سوالی باقی مونده لطفاً ثبت نام کنید در وبینار تحلیل کسب و کار، از خانه مهندسی صنایع ثبت نامتون رو انجام بدید و انشالله که بتونیم اتفاقای خوبی رو رقم بزنیم. انشالله سوالات شما رو به دقت و به جزئیات راجع به اون سوالات صحبت خواهیم کرد. مرسی، شب همگی بخیر. این لایو هم ضبط خواهد شد. مرسی.